الهه به امید تو. سلام بر شما. سرخط خبرها. برگزاری نشست مشورتی عالمان جهان اسلام در ترکیه. در حاشیه نشست نور محمد ثاقب با رجب طیب اردوغان در مورد روابط دو جانبه گفتگو کرده است. جلسه علمای کشورهای اسلامی در انقره واقعا به خاطر استحکام میان کشورهای اسلامی است. دیدار رضا اوتونبایوا با معاون سیاسی وزارت خارجه ایران. دو طرف در این دیدار در مورد تعامل ایران با حکومت سرپرست افغانستان بحث کردند. کار خوبی صورت گرفته، خصوصا در مورد نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد. و بمباران اردوگاه فلسطینی از سوی اسرائیل. سلام بر شما. به خبرهای این ساعت از یک خوش آمدید. در حاشیه نشست مشورتی عالمان جهان اسلام در ترکیه، رئیس ارشاد حج و اوقاف با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرده و درباره روابط دو جانبه تبادل نظر کردند. این وزارت میگوید که در این نشست دو طرف درباره موضوعات مهم جهان اسلام سخن زدند. رجب طیب اردوغان ضمن ابراز همدردی با خانواده های آسیب دیده از سیلاب های پسین در کشور، آمار تلفات این فاجعه را نگران کننده دانسته است. حلیمه صدیقی گزارش می‌دهد. برگزاری نشست مشورتی عالمان اسلام در مورد بررسی موضوعات مهم جهان. در نشست مشورتی عالمان جهان اسلام در ترکیه که قرار است تا دو روز دیگر نیز ادامه یابد، درباره موضوعات مهم جهان اسلام میان مقام‌های امارت اسلامی و ترکیه بحث و تبادل نظر انجام شده است. در حاشیه این نشست، رئیس ارشاد حج و اوقاف با رجب طیب اردوغان دیدار و درباره استحکام روابط نیک میان دو کشور تاکید کرده است. نور محمد ثاقب گفته است که جهان اسلام به چنین جلسات مشورتی نیاز دارد و باید این جلسات افزایش یابد. در ضمن افغانستان خواهان روابط خوب و پیشرفته با کشور ترکیه است. وی افزوده که جهان اسلام به ویژه افغانستان از ترکیه توقع دارد که در حل دشواری های امت اسلامی نقش مهم را داشته باشد. جلسه علمای کشورهای اسلامی در انقره واقعا به خاطر استحکام میان کشورهای اسلامی سخت مفید است و یکی از امارت اسلامی افغانستان امروز اشتراک کرده، در اوجا آقای اردوغان هم حضور داشتند. این به نفع جمهوری ترکیه و مردم افغانستان تمام میشه، به خاطر که در اواخر ما مناسبات بسیار نزدیک با جمهوری ترکیه داریم. از سوی هم گمان ها بر این است که اگر این نشست نتیجه بهتری در پی داشته باشد، ممکن است در وضع اقتصادی و سیاسی سایر کشورهای اسلامی نیز تأثیر گذار باشد. نشستی که فعلا برای دو روز در کشور ترکیه جریان دارد و خوشبختانه که در این نشست مقامات امارت اسلامی افغانستان نیز اشتراک نموده است، با باور کامل باید گفت که اگر واقعا کشورهای منطقه و جهان بخصوص کشور مقتدر اسلامی ترکیه خواسته باشد، در این نشست نتایج خوب را اعلان نماید. در همین حال اردوغان ضمن ابراز همدردی با خانواده های آسیب دیده از سیلاب های پسین در کشور، آمار تلفات این فاجعه را نگران کننده دانسته است. وزارت خارجه ایران از دیدار رضا اوتونبایوا نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان با علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه آن کشور خبر داده است. در خبرنامه وزارت خارجه ایران آمده است که دو طرف در این دیدار درباره تعامل ایران با حکومت سرپرست افغانستان و نشست آینده دوحه در مورد افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. بر بنیاد خبرنامه علی باقری گفته است که اولویت نهادهای بین المللی در افغانستان باید
تضمین امنیت افغانستان، بهبود اوضاع زندگی مردم و تأمین منافع مردم افغانستان باشد. افغانستان محور بحث روزا اوتون بایوا با معاون سیاسی وزارت خارجه ایران. روزا اوتون بایوا نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان با علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه ایران دیدار نموده و در این دیدار در مورد آخرین تحولات افغانستان و نشست آینده دوحه گفتگو و تبادل نظر کردند. دیداری که نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان در آن خواستار تعامل ایران با حکومت سرپرست افغانستان شده است. اولویت نهادهای بین المللی در افغانستان باید تأمین منافع مردم، تضمین امنیت، توسعه افغانستان و بهبود شرایط زندگی و رفاه مردم افغانستان باشد. بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه ایران، فراهم شدن زمینی برگشت پناهجویان افغان از ایران به کشورشان از دیگر مواردی است که معاون سیاسی این وزارت به آن تاکید کرده است. کار خوبی صورت گرفته، خصوصا در مورد نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد، چون کشورهای همسایه، کشورهای منطقه در قضایای افغانستان زی دخل بوده، بنان قبل از این که یک موضوع تحت بس مورد صورت بگیره باید با کشورهای همسایه هم تفاهم در این مورد صورت بگیره و اجندا با ایشان شریک شود و جلب مساعدت از یا بخاطر موافقت موضوع هم باید مطرح شود و موافقه گرفته شود. تجربه نشان داد که سازمان ملل و نماینده های سازمان ملل در قبال افغانستان و مردم افغانستان صادق نیستند. دیدارهایی که نماینده های سازمان ملل در بیرون مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه انجام میتند بر بنیاد اهداف مشخص و وقت ضایع کردن است. همزمان با این، نماینده سازمان ملل متحد در این دیدار با هماهنگی کشورهای منطقه و جهان برای کمک به ثبات افغانستان تاکید کرده است. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، از سفرش برای بازدید از مناطق سیل زده در ولایت بغلان خبر داده است. بر بنیاد خبرنامه این وزارت، عبدالغنی برادر هنگام رسیدن به ولایت بغلان به مسئولان این ولایت و نمایندگان کمیته های کاری به منظور کمک به سیل زدگان هدایت هایی صادر کرده است. گفتنی است که در سیلاب های پسین در ولایت بغلان بیش از 300 تن جان باخته و بیش از 1000 خانه مسکونی تخریب شده است. سهیلا سلطانی جزئیات بیشتر. سفر عبدالغنی برادر به ولایت بغلان. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، از سفرش برای بازدید از مناطق سیل زده در ولایت بغلان خبر داده است. بر بنیاد خبرنامه، عبدالغنی برادر هنگام رسیدن به ولایت بغلان به مسئولان این ولایت و نمایندگان کمیته های کاری به منظور کمک به سیل زدگان هدایت های صادر و تاکید کرده است که نهادهای مدد رسان نهایت تلاش های خود را برای تامین غذا، دارو، سرپناه برای ساکنان بیجا شده و روند کمک رسانی به مناطق سیل زده را سرعت ببخشند. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین مردمان از اثر حوادث طبیعی آسیب می‌بینند. لذا اداره‌های مسئول مکلفند تا در زمان وقوع چنین حوادث آمادگی کامل برای کمک رسانی در وقت معین به شهروندان را داشته باشند. اما شمار از آگاهان به این باورند. مصیبت سیلاب در بغلان و دیگه ولایت شمال شرق و جنوب غرب افغانستان مانند هرات و غور و بادغیس و دیگه ولایات سبب رنج و تعلم فراوان است. یکی از برنامه هایی که حکومت سرپرست می تواند در این قسمت دوری دست بگیرد، برنامه فراخوان از تاجرها و بازرگانان و سرمایه گذارها هست که یک صندوق بچی جور شود و همه کمک ها به این جمع گردد و بعدا به مردم نیازمند بعد از یک نیازسنجی توزیع گردد. گفتنیست که در سیلاب های پسین در ولایت بغلان بیش از 300 تن جان باخته و بیش از 1000 خانه مسکونی تخریب شده است. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست وزراء، امروز با جمعی از عالمان و متنفذان ولسوالی چهاربران ولایت پکتیکا دیدار کرد. حاجی عبدالله مفتون به نمایندگی از دیگران در مورد وضعیت اجتماعی اقتصادی و حکومتداری در این ولایت معلومات ارائه کرد و همچنان افزود که در نتیجه زحمات مسئولان امارت اسلامی امنیت به گونه کامل در این ولایت تأمین است و از رهبری امارت اسلامی خواست تا در زمینه ایجاد مدارس، مکاتب و درمانگاه‌های صحی و تطبیق پروژه های توسعه
این ولایت توجه خاص نمایند. آقای حنفی با ابراز خرسندی از این دیدار گفت که تأمین امنیت سرتاسری، ایجاد رفاه برای شهروندان و رسیدگی به پیشنهادات مردم از مسئولیت‌های امارت اسلامی است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزد. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان میگوید که شرکای ایالات متحده در حال بسیج کردن کمک های اضطراری به مشمول غذا و سایر مواد ضروری برای سیلاب زدگان در افغانستان هستند. از سوی هم کارن دیکر کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان در صفحه اکس خود از سرازیر شدن سیلاب های پسین در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که ایالات متحده برای رسیدگی به آسیب دیدگان تلاش میکند. منسجم نمودن کمک ها برای آسیب دیدگان سیلاب در افغانستان. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان میگوید که شرکای ایالات متحده در حال بسیج کردن کمک های اضطراری به شمول غذا و سایر مواد ضروری برای سیلاب زدگان در افغانستان هستند. ما متاثر هستیم که در سیلاب های ویرانگر در بغلان، بدخشان، سمنگان، تخار، غور، هرات و سایر ولایت های افغانستان روز گذشته شمار زیاد از شهروندان افغانستان جان باختند و متضرر گردیدند. شرکای تطبیق کننده ما در حال بسیج کمک های اضطراری مشمول غذا، آب و سایر مواد ضروری برای نیازمندان در افغانستان هستند. دی امریکا کومکونه واقعا هم کولای سی سی د افغانستان له وسنی بحران سره، خصوصا له د ورستی د طبیعي پیښو له امله چې کوم خلک په افغانستان کې متضرر سوي دي، له دغو سره کومک وکولای سي او دغه خلک له دغه بحران نه راوویستلی سي. در همین حال کرند دکر کاردار سفارت امریکا برای افغانستان در صفحه اکس خود از سرازیر شدن سیلاب های پسین در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که ایالات متحده برای رسیدگی به آسیب دیدگان تلاش می کند. به خاطر سیلاب های مرگبار ابراز همدردی می نمایم. ایالات متحده امریکا جهت بسیج کمک های اضطراری، تهیه مواد غذایی و تجهیزات طبی از طریق همکارانش به کمک رسانی می پیوندد. کوم کومکونه چې توماس ویس د امریکا نماینده، خاص نماینده د افغانستان لپاره اعلان کړي دي او د افغانستان د هغو اشخاص افراد چې هغه نن د یو غټ مشکل سره مواجه سوي دي، چې هغه د غیر مترقبه پیښو په اساس د سیلابونه راتلل، د دوی بې ځایه کیدل او هم د دوی ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. گفتنی است که رویدادهای طبیعی وضعیت اضطراری بزرگ انسانی را در افغانستان رقم زده و شهروندان این کشور است که سالها می شود با چالش‌های گوناگون روز شب را سپری می کنند. خالد زدران سخنگوی فرمانده امنی کابل در خبرنامه گفته است که دزدان مسلح در مربوطات افشار شهر کابل از یک خانه به ارزش 800 هزار افغانی طلا دزدیدند که در نتیجه اقدامات عاجل نیروهای امارات اسلامی دزدان مسلح در ساحه کارته مامورین پس از درگیری با پلیس سه تن آنان کشته و یک تن دیگر نیز زخمی شده است. فدراسیون جهانی خبرنگاران در واکنش به بازداشت خبرنگار تلویزیون ملی از سوی امارت اسلامی گفته است که خبرنگاران در افغانستان با موجی از چالش‌های فراوانی در بخش اطلاع رسانی در این کشور روبرو هستند. این نهاد در آگهی نامه ای از حکومت سرپرست خواسته که پرونده‌های مربوط به خبرنگاران باید از طریق نهادهای مربوط بررسی شوند. این در حالی است که پیوسته امارت اسلامی گفته که حقوق همه شهروندان در چارچوب شریعت اسلامی تأکید است. از خواستها مبنی بر رهایی خبرنگاران تا چالش‌های فراراه آنان، به تازگی نهادهای پشتیبان از خبرنگاران از برخورد امارت اسلامی انتقاد کرده و گفتند که خبرنگاران در افغانستان با چالش‌های فراوانی در عرصه اطلاع‌رسانی روبرو هستند و از حکومت سرپرست خواهان رهایی خبرنگاران بازداشت شده اند. بازداشت ها و تهاجمات خودسرانه بر خبرنگاران از سوی طالبان سبب افزایش خودسانسوری و ترک شغل از سوی خبرنگاران در افغانستان شده است. این نهاد در بخش از آگهی نامه خود همچنان از حکومت سرپرست خواسته است که پرونده های مربوط به کار رسانه‌ای را به گونه رسمی پیگیری کنند و بازداشت خودسرانه کارکنان رسانه ها را متوقف سازند. یه آخر یکی از
کارمند تلویزیون ملی در ولایت پروان بازداشت شد و هنوز مشخص نشده بابت کدام موضوع دستگیر شده و ما از مسئولین حکومتی خواهان ازی هستیم که در این راستا کارکردهای منظم ایجاد بکنن و تلاش بکنن این معضلات حل بشه. در همین حال شماری از خبرنگاران از امارت اسلامی خواستار از بین بردن درس‌های ایجاد شده میان حکومت و خبرنگاران هستند. چالش های کار رسانه‌ای در افغانستان خیلی زیاد شده و روز به روز هم بیشتر میشه. قسمی که خبرنگاران با مشکل های زیادی از جمله مشکل اقتصادی و مالی روبرو هستند. این گفته ها در حالی مطرح شده که امارت اسلامی همواره گفته از حقوق همه شهروندان به ویژه خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی حمایت کرده است. سرپرست وزارت امور خارجه کشور در دیدار با رئیس عملیاتی دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه یا اوچا گفت که افغانستان در تخریب اقلیم هیچ نقشی ندارد، اما بیشتر از همه از این پدیده متضرر شده است. و از کشورهایی که در تغییر اقلیم نقش دارند انتقاد کرده و آن را دعوت به مسئولیت پذیری کرده. سوی دیگر رئیس عملیاتی دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه نسبت به سرازیر شدن سیلاب‌های پسین در کشور ابراز همدردی کرده و از فرستادن گروه‌های امدادرسان به ساحه‌های آسیب پذیر سخن زده است. ارتش اسرائیل اردوگاه آراگان فلسطینی در جوبالیه را بمباران کرد که از اثر آن برخی از منزل‌های مسکونی نیز در این حمله‌ها تخریب شده است. همزمان با حمله‌های شدید روسیه در شمال شرق اوکراین، مسکو می‌گوید که نیروهای ارتش آن کشور وارد شهر مرزی ووچانکس اوکراین شدند، شهری که در روزهای اخیر به شدت بمباران شده است. جزئیات بیشتر از احمد شاه شکوهمند. ارتش اسرائیل اردوگاه آوارگان فلسطینی در جبالیه را بمباران کرد که از اثر آن برخی از منزل‌های مسکونی نیز در این حمله ها تخریب شده است. بر بنیاد گزارش رویترز 19 غیر نظامی فلسطینی در جریان چند ساعت گذشته در این حمله ها در غزه کشته شده اند. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی دستور تخلیه اردوگاه جبالیه از سوی این آوارگان را نیز داده اند. از سوی هم تانک های اسرائیلی پس از ورود به بخش های از شمال غزه وارد اردوگاه آوارگان فلسطینی در جبالیه شده اند. همزمان با حمله های شدید روسیه در شمال شرق اوکراین، مسکو می گوید که نیروهای ارتش آن کشور وارد شهر مرزی ووچانسک اوکراین شدند، شهری که در روزهای اخیر به شدت بمباران شده است. نیروهای اوکراینی می گویند که نبردهای سنگین همچنان ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشتر گفته بود که درگیری ها در شماری از روستاها در شمال شرق منطقه خارکیف در جریان است و نیروهای روسیه در تلاشند تا از مرز عبور کنند. مقام های خارکیف گفته اند که مسکو اکنون شهرهای منطقه خارکیف را با بمب های سرشی هدف قرار می دهد. از زمان تهاجم جدید ارتش روسیه در روز جمعه، شهر خارکیف که دومین شهر بزرگ اوکراین است در محاصره نیروهای روسیه قرار دارد و فرماندهان اوکراین نگرانند که در صورت رسیدن این نیروها به 30 کیلومتری خارکیف، شهر در تیرس آتش توپخانه‌ای قرار گیرد. با این همه کاخ کرملین گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سرگی شویگو وزیر دفاع آن کشور را از سمت این وزارت برکنار کرده و او را به حیث دبیر شورای امنیت آن کشور منصوب کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین افزوده است که آقای شویگو با حکم ریاست جمهوری از سمت وزارت دفاع برکنار شده و به حیث دبیر شورای امنیت روسیه منصوب شده است. بر بنیاد آگهی نامه کرملین، پوتین اندری بلوسف معاون پیشین نخست وزیر را به حیث وزیر دفاع معرفی کرده است. پلیس ژاپن میگوید که در سال گذشته شماره بی پیشینه ای از لوازم گم شده را تحویل گرفته است که در نوع خود یک رکورد دانسته می شود. بر بنیاد این گزارش به گونه تقریبی کمتر از 30 میلیون شی گم شده در جریان سال 2023 به دست پلیس ژاپن رسیده است. گفته می شود لغو همه محدودیت های کرونا و افزایش رفت و آمد ها یکی از دلیل های بالا رفتن تعداد شی های گم شده است. میزان دزدی در ژاپن پایین است و مردم وسیله ها و اقلامی را که پی رسیدیم. به پایان خبرها از همراهتان سپاسگزار. به امید دیدار، خدا نگهدار.